فؤاد ایزدی، کارشناس رژیم آخوندی، در به اصطلاح همایشی به رابطه و مناسبات رژیم و آمریکا پرداخت. نام برده با اشاره به ترس و وحشت رژیم از بحران‌های داخلی و بین‌المللی که نظام آخوندی با آن مواجه می‌باشد، در مورد ترامپ گفت: ترامپ در حوزه سیاست خارجی نیاز به پیروزی دارد تا برد انتخاباتی خود را تثبیت کند. ترامپ در سیاست داخلی آمریکا احساس می‌کند حرفی برای گفتن دارد. از این رو احساس می‌کند در اقتصاد آسیب پذیر نیست، اما در سیاست خارجی آسیب پذیر است. این مهره رژیم در جای دیگری گفت: اظهارات مقامات آمریکایی یک برنامه ریزی است. جریان‌های ضد نظام ترامپ را فرصتی دیدند تا بتوانند به جمهوری اسلامی صدمه بزنند. وی در ادامه گفت: احساس ترامپ این است که نظام ایران تحت فشار است و به همین دلیل مذاکره می کند و این برای ترامپ یک احساس برد در سیاست خارجی است. این کارشناس حکومتی با اشاره به 12 شرط مطرح شده برای رژیم از سوی پومپئو وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت: اگر نظام مذاکره کرد و امتیاز داد و شرط پومپئو را پذیرفت، برای دولت ترامپ یک امتیاز مهم محسوب می شود که تاکنون دولت‌های قبلی آمریکا موفق به دستیابی آن نشدند. با این تصور موفقیت، ترامپ به سمت اقدامی رفت تا با فشار مضاعف و به چالش کشیدن سیاست منطقه ایران به هدف خود برسد و جایگاه نظام را در منطقه متزلزل کند. در ادامه ایزدی از به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی به سوز و گداز پرداخت و گفت: همزمان با سفر روحانی در مهر ماه سال قبل به نیویورک، جان بولتون در آنجا سلیمانی را تهدید به مرگ کرد و این اولین بار بود که این ادبیات به صورت مستقیم از سوی یک مقام آمریکایی استفاده می شد. سلیمانی جایگاهش در نگاه آمریکا بیشتر از معاونت سپاه بود. اظهارات فؤاد ایزدی و دیگر مهره‌های رژیم در حالی است که بنا به گفته آخوند روحانی، فشارهای آمریکا روی رژیم محصول مستقیم قیام دیماه 96 بوده است. استمرار این ترس و وحشت نیز از استمرار همان قیام در سال 98 و تحولات پیش رو است.